به نام خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. بحث داریم پیرامون ایجاد حکومت وحدت ملی و متوقف شدن شمارش آرا. مهمان ما در بحث نادر نادری، رئیس فیفا. آقای نادری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما. سلام بر شما. سلام لطفتان از به عنوان نخستین سوال بحث برنامه، حکومت وحدت ملی یعنی چه نوع حکومت و چه مشخصات داره از نظر شما؟ تعابیر مختلف در ارتباط با حکومت وحدت ملی وجود داره، اما آنچه به عنوان یک ترمینولوژی یا اصطلاح علوم سیاسی در اواخر به کار میره، حکومت وحدت ملی و او نوع توافقات سیاسی و یا نظام های سیاسی اطلاق میشه که زمان کشورها دچار بحران های سیاسی میشن که سلامت بقای نظام سیاسی و ثبات سیاسی زیر سوال میره، رهبری سیاسی در مجموع نخبگان سیاسی و یا قشر سیاسی یک جامعه به خاطر یافتن یک راه برای ای که یک دوره گذار سازمان بیافه و کشور از لحاظ سیاسی بتانه طرف های اصلی که نزاع دارن برای کسب قدرت اونا را در چوکات خود جای بده، بتانن یک راه یا یک نقشه راهی برای یک گذار سیاسی فراهم بکنن. تجارب زیادی در ارتباط وجود داره. تازه ترین تجاربش در بیشتر در کشورهای آفریقایی است که متاسفانه در کشورها ثبات سیاسی وجود نداره. در اکثر کشورها آخرین تازه ترینش که سال گذشته بود زیمبابوه است که از یک ثبات سیاسی برخوردار نبود. در نتیجه رقابت های سیاسی کشور دچار یک بحران بزرگ سیاسی شده بود و بالاخره دو کاندید اول یک نظام مشترک را ایجاد کردن که بقایش متاسفانه بسیار کوتاه مدت بود و زود از هم پاشید. بله، پس در افغانستان شما هم فکر میکنید که بقای ایجاد حکومت وحدت ملی کوتاه مدت باشه؟ متوجه به تجربه؟ در صورتی که حکومت وحدت ملی به اساس یک دیدگاه مشترک ایجاد نشه، تنها به منظور تقسیم کرسی‌های حکومت و در مجموع تقسیم قدرت داخل ساختار قدرت دولتی شکل بگیره، این میتونه بسیار استیکاک ایجاد کنه بین عناصر اصلی داخل این قدرت و میتونه بسیار شکنن باشه. اما اگر حکومت یک حکومت همه شمول باشن و همه شمول بودنش بیشتر روی توافق بر موضوعات و دیدگاه اصلی و پلان ها و برنامه ها باشه، میتونه به یقین از بقا و تداوم بیشتر برخوردار باشه. آیا این دو نامزد دیدگاه مشترک دارن یا فقط و فقط میخوان به خاطر کسب قدرت با هم یک حکومت وحدت ملی ایجاد کنن؟ برنامه هایی که اردو کاندید مطرح کردن در رؤوس این برنامه ها شباهت هایی وجود داره. شما زمانی که برنامه کمپاین ها را دنبال میکردین، ما شاهد این بودیم که هر دو کاندید در ارتباط به رؤوس برنامه هایشان میتونستن شباهت های در دیدگاهشان دیده شد، اما در مورد چگونگی و شیوه اجراعات و اجزای برنامه های کاریشان تفاوت های قابل ملاحظه میتونه دیده شد. اما بحث اول بحثی اشتراک در یک دیدگاه برای یک مسیر واضح و روشن اصلاحات است و که آیا این دو نفر میتونن با هم با او توافقات برسن، آیا برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی تمام او توافقات روی محور ای که چگونه یک نظام باثبات‌تر، قدرتمندتر و با دید اصلاحات ساخته میشه، مورد توافق هر دو طرف از اول قرار میگیره و یا نه، این مطرح است. هر زمانی که این چیزها مورد گفتگو قرار بگیره، با جزئیاتش مورد بحث قرار بگیره و مورد توافق دو طرف قرار بگیره، دیدگاهشون از زمانی که نزدیک میشه بعدا میتونه به برآمد او گفتگوها و برآمد یک حکومت که یا به یک تعبیر حکومت همه شمول باشه و یا به یک تعبیر یک حکومت وحدت ملی باشه خوش بید. بله آقای نادری، شما گفتین حکومت وحدت ملی دوره گذار است. هرگاه دوره گذار است، پس تفاوتش میان حکومت موقت در چیست؟ چون دو دوره گذار است. تفاوت های زیاد وجود داره. زمانی که یک حکومت موقت ما داشتیم حدود
نزدیک 13 سال قبل، سال 2002، او برآمده از یک توافق گروه های زیدخل چی در منازعات افغانستان چی در عرصه سیاسی افغانستان. اما حکومت وحدت ملی هم قرار است به توافق دو نامزد پیشتاز ایجاد شود. حکومت موقت در خلا ایجاد شده بود، به این معنا در خلای قانونی ایجاد شده بود. اما حکومت وحدت ملی هم قرار است در زمان ایجاد شود که بحران انتخاباتی دامنگیر افغانستان شده بود. اگه اجازه بدین که حکومت وحدت، حکومت موقت برآمده از یک توافق سیاسی در خلای یک چوکات حقوقی و قانونی در نتیجه مداخله جامعه جهانی و در پی سقوط حکومت طالبان ایجاد شده. او زیر ساختارای اصلی قانونی را برای خود نداشت. توافق صورت گرفت که قانون اساسی دوران ظاهرشاه با حذف فصل اولش که مندرجات مربوط به صلاحیت های شاه است مرول اجرا دانسته شد. فعلا بحث بازگشت به او دوران نباید باشد. آنچه از اساسی ترین عناصر هر بحث امروز باید باشه حفظ ارزش های قانونی اساسی افغانستان. افغانستان یک دهه تطبیق قانون اساسی را سپری کرده. قانون اساسی افغانستان شرایط و مقررات خاص را برای چی برای تشکیل حکومت، چی برای در کل برای تنظیم امور جمهوریت ترتیب کرده و او را مرحول اجرا دانست. آیا ایجاد وحدت حکومت ملی در قانون اساسی افغانستان جا داره؟ هیچ جای برای او بحث وجود نداره که شما پس میتونیم برخلاف ساختارهای قانون اساسی یک طرح نوی را پیشنهاد کنین. اما قانون اساسی همهش باز است برای تعدیل، اما تعدیلش باید از مجرای قانونی خود آنچه را قانون اساسی تنظیم کرده بگذره. حالا هر دو کاندید آنچه را که ما میدانیم ایست که هر دو کاندید بحثای خود چارچوکات کلی و ارزش‌های اصلی قانون اساسی را بهش احترام میکنن و میگن هر آن توافقی که صورت میگیرن باید در حدود مندرجات قانون اساسی و اصول قانون اساسی صورت بگیره. پس هر حکومتی که شما چی بهش حکومت وحدت ملی نام بگذارین، چی حکومت همشمول نام بگذارین، که نتیجهش حل بحران سیاسی باشه و ایجاد اشتراک در قدرت سیاسی باشه، باید اصول و چوکات اصلی قانون اساسی را رعایت بکنه. هر زمانی که جزی از این توافق سیاسی ای باشه که قانون اساسی افغانستان در بعض عرصه ها خلاهای خود داره و باید مورد تعدیل قرار بگیره، پس او تعدیل در کل از مسیر قانون اساسی باید عبور بکنه. ای باید شامل چند قدم هم باشه. قدم اول توافق سیاسی در اشتراک قدرت است که او آنچه ای توافق جای خوشبینی است که آنچه ای توافق بهش تاکید میکنه ایست که برآمد انتخابات، هرچه نتایج انتخابات حکم بکنه، او تصمیم گیرنده اصلی میتونه باشه. پس اولیت و اصل رک قانون اساسی میگه که کسی رئیس جمهور میشه که در نتیجه یک رأی گیری سری و مستقیم مردم افغانستان اکثریت آرا را بعد از آن خود بیاره. پس این توافق هم فعلا به این حکم میکنه که بعد از تفتیش و بعد از تشخیص آرای پاک و ناپاک، بعد از اینکه اعتماد دوباره به پروسه‌های انتخاباتی بازگردانده میشه و برآمد انتخابات هرچی باشه، مرحله دوم سیاسیش از اونجا آغاز میشه. پس به این معنی که هر فردی که در نتیجه انتخابات، در نتیجه بررسی آرا رئیس جمهور افغانستان شناخته میشه، او رئیس جمهور افغانستان میباشه و اساس قانون اساسی او از صلاحیت های قانون اساسی خود استفاده میکنه و پست دیگه را ایجاد میکنه که او هم در چوکات قانون اساسی عمل میکنه. و به خاطر ای که افغانستان نمیشه اداره شده و به ثبات کامل برسه و به انکشاف سیاسی برسه مگه ای که شمولیت تمام او افراد را که به نحو خواهان اشتراک در قدرت سیاسی هستند فراهم ساخته شد. اما فکر میکنید آیا دو نامزد پیشتاز
امی شرایط فراهم بسازد تا همه افراد و اشخاص نخبه‌ای که خواهان حضور در حکومت باشه اینا سهم شوند؟ فکر میکنید هر دو کاندید امی در گفتارهای خود ایره بیان کرده؟ یکی گفتار است یکی عمل، فکر میکنید گفتار تا عمل؟ ببینید شرایط افغانستان امو نیروهای یا قوای فشار لازمه تانسته ایجاد بکنه اونا رو به واقعیت تبدیل بکنه تا یک فرد به یک مطلق العنان تبدیل نشه. اول خود قانون اساسی است و ارزش‌های داخل قانون اساسی. درست است که رئیس جمهور یک حد به بسیار گسترده صلاحیت‌های قانونی را داره که برش قدرت بیش از حد میبخشه، اما در عین حال زمانی که پارلمان وجود داره میتونه یک بخشش را تعدیل بکنه، اما در صورتی که پارلمان هم شکل باشه از لحاظ ساختارهای صنفی حزبی خود داخل پارلمان او موضع‌گیری‌های هم شکل را بتونه ایجاد بکنه تا از پراگندگی جلوگیری بکنه و بتونه اعمال فشار بکنه و تعادل قوا را داخل دولت ایجاد بکنه. قانون اساسی افغانستان تا هنوز پارلمان افغانستان انجام نداد. متاسفانه نتونستن، اما امیدی است که وقت دور دوم تا یک سال دیگه پارلمان به دور 10 ساله ما پارلمان سومی داخل مجلس میشن و امیدواری است که اکثریت اعضا و کسایی را که چیده حکومت هستند که احساسی را کردن که اعضا باید نقش بهتر داشته باشند و پارلمان هم شکل باشه به افراد و پراگنده نباشه، اینا بتانن امو زمینه های قوت پارلمان ایجاد بکنن و امو جوهر تفکیک قوایی را که و توازن قوایی را که قانون اساسی ما پیشنهاد میکنه او را بتانن در عمل پیاده بکنن. و در این حال چیز دیگه ایره که به عنوان نیروهای فشار وجود داره است که گروه های سیاسی افغانستان با جوی بسیار بازی را که وجود داره، رسانه ها و افکار عامه ایره که وجود داره و وسایل را که قانون اساسی به عنوان آزادی های مدنی مشناسه، مثلا تظاهرات و گرد همایی ها است، اینا به صورت گسترده و روزافزون تانستن اعمال فشار بکنن تا حکومت. نهادهای مدنی افغانستان باید ساختارمند شوند و بتانن از دیدگاهایی را که میتانه توازن قوا را ایجاد بکنه و از مطلق العنانی جلوگیری بکنه اونا را ساختارمند بسازن و دیدگاه را و تبدیل بکنن به برنامه های دادخواهی تا در کل جلوگیری شود از مطلق العنان شدن یک فرد و در عین حال مکلف بسازه کاندیداره که با او وعده خود که حکومت همه شمول می سازن و وحدت ملی را تأمین میکنن و حکومت وحدت ملی می سازن او را هم بتانه فراهم بکنه. آقای نادری، اگر باز هم بالای ایجاد حکومت وحدت ملی بیایم، آیا طرح ایجاد حکومت وحدت ملی طرح سیاسی است یا طرح حقوقی؟ نفس خود یک طرح سیاسی است. بله، پس میتونیم بگوییم که قوانین نقض شد اینجا؟ تا او زمانی که حکومت داری در مجموع یک عمل کرده سیاسی است، اما حدودش قوانین تعیین میکنن که به حد و حصر نباشن. ایجاد حکومت وحدت ملی فکر نمیکنید که فراتر از قوانین نافذه کشور فعلا پای خود گذاشته؟ هر زمانی که حدود امی حکومت وحدت ملی توضیح بیافه، زمانی که تشریح شود که حکومت وحدت ملی مثلا یک بخش عمده صلاحیت های داده شده به اراکین مختلف دولت تعدیل میکنه و چگونگی این صلاحیت ها را چی در ارتباط به رئیس جمهور، چی در ارتباط به سایر ارکان های، چی در ارتباط به قوه اجرایه، چی در ارتباط به سایر اراکین دولت، اینا را تعدیل میکنه، پس در او وقت است که ما با وضاحت میتونیم بگوییم که در مغایرت با قانون اساسی قرار داره. امروز وقت بحث از این حکومت میشه تا انوز امو پارامتر و حدودش وضاحت نیفته. ما بحثایی اما در افغانستان و در قوانین نافذه کشور تاکید بر نظام جمهوری در افغانستان شده، جای در قوانین افغانستان قوانین نافذه افغانستان دیده نمیشه که بر از او تاکید شده باشه که ایجاد حکومت وحدت ملی یا حکومت وحدت ملی؟ تا یه جای شکی نیست که پس میشه بگویم قانون نقض شد. ارتباط میگیره که شما چگونه تعریف میکنین. اگه شما تعریف کنین حکومت وحدت ملی را به گونه ای که در زیمبابوه اتفاق افتید، پس به صورت مستقیم شما قانون نقض میکنین. او در مغایرت با اساسات قانون اساسی بود. مثلا در اونجا توافق دو فرد که رئیس جمهور باشه و صدر اعظم باشه و قبل از اینکه از مسیر قانون اساسی تعدیل قانون اساسی بگذره
اون نقض قانونی است. اما قرار در افغانستان هم چنین شوه، یکی شاید رئیس اجرایه شوه، دیگر شاید رئیس جمهور. رئیس اجرایه زمان میتونه در تناقض با قانون اساسی قرار بگیره که خارج از صلاحیت هایی را که رئیس جمهور تفهیز میکنه در یک فرد، خارج از اون صلاحیت ها باشه. مثلا مثل ایست که رئیس جمهور یک وزیر مقرر میکنه اما صلاحیت هایش تشریع میکنه، صلاحیت هایش بزرگتر میسازه و یا در یک سایه گسترده تر. رئیس جمهور این صلاحیت داره که یک بخشی از صلاحیت های خود تفویض صلاحیت میکنه به یک فرد دیگه و او فرد به نیابت از رئیس جمهور در چوکات قانونی اساسی یک سلسله صلاحیت ها را اعمال میکنه. اما اگه آنن این بحث گونه باشه که رئیس جمهور است و صدر اعظم است، به صورت کلی در مغایرت با قانون اساسی قرار میگیره و آنچه هر دو کاندید تا امروز بحث میکنن این نیست. هر دو کاندید به این توافق کردن که خب یک حکومت میسازن که عناصر این حکومت هر دو کاندید از لحاظ سیاسی بهش توافق بکنن و در نتیجه او توافق رئیس جمهور و افراد با استفاده از صلاحیت‌های قانون اساسی او را تعیین میکنن. اما تعدیل قانون اساسی یک بخش از بحث است. تعدیل قانون اساسی را با وضاحت گفته میشه که باید از مسیری را که قانون اساسی افغانستان ترسیم کرده از اون مسیر بگذره. اگر در دو سال اتفاق میفته و یا در سه سال و یا در یک سال، در هر حدود زمانی که میتونه اتفاق میفته، باید از مسیر قانون اساسی را که تنظیم کرده از اون مسیر بگذره. موضوعی که پیشتر شما اشاره کردین، گفتین که ایجاد حکومت وحدت ملی دوره گذار است، شما مشخص شده که چند ساله این دوره گذار؟ دوره گذار در کشور از فرق میکنه. اگه ما تصور بکنیم که در افغانستان، اول ما در اون شرایط نیستیم که یک دوران گذار دیگر را تجربه بکنیم. گذار قدرت سیاسی است از یک فرد به فرد دیگه، از یک اداره به اداره دیگه و از یک گروه به گروه دیگه، مثل که از رئیس جمهور کرزایی به یک رئیس جمهور انتخابی دیگه ایره که در نتیجه تفتیش آرا رئیس جمهور افغانستان شناخته میشه. و اداره رئیس جمهور کسایی که امروز در اداره رئیس جمهور هستند با اداره جدیدی که رئیس جمهور منتخب بعدا انتخاب بکنه، این گذار قدرت است که اتفاق میفتند. اما زمانی که یک بحران سیاسی همزمان با این ایجاد شده، اولین پاسخش نتایج انتخابات میگه، دومین پاسخش توافق سیاسی دو کاندید و کاندیدایی که یکیش رئیس جمهور میشه، دومش کاندید دومی است که به رقابت پرداخته بود، اینا توافق سیاسی میکنن. آله شرایط این توافق اگه ای باشه که کسی که ریاست جمهوری را در نتیجه انتخابات و آرای برآمده از انتخابات به عنوان رئیس جمهور شناخته میشه، او با مشوره با کاندید دومی یک تعداد از اعضای تیم دومی را جزء کابینه خود میسازد، در پست های عمده اراکین مختلف حکومت که انتصابی اگه باشن اراکین دولت در اونجا انتصاب میکنن و ای تقریبا به اجماع سیاسی ملی به خاطر ثبات سیاسی میرسن. پس ای دوران در ای حالت یک حالت گذار نمیشه بهش خطاب کنیم، چیزی که امروز حکومت رئیس جمهور کرزایی داره. اما اگه تاکید ای می باشه که تمام تصامیم، یک عده تصامیم کاندید دومی میگیره، یک عده تصامیم کاندید اولی که رئیس جمهور شده میگیره و ای دوتا در صلاحیت های یکی دیگه خود نمیتونن مداخله بکنن، خارج از مشوره چیزی بیشتر نمیتونن انجام بدن. پس این تعدیل صلاحیت های قانون اساسی رئیس جمهور است و تعدیل صلاحیت های بعض دیگه از اراکین حکومت. آقای نادری، در اون صورت باز شما یک دوران گذار دارین که ای باید تعریف شده باشه که زودتر قانون اساسی باید تعدیل شود، که زودتر چگونگی صلاحیت های متفاوت دو عضو تعریف شود و بعد از تعدیل قانون اساسی هر قدر زودتر صورت میگیره دوران گذار در صورت کوتاه‌تر میباشه. قانون دیری بسیار کوتاه، چون همه میدانیم انتخابات به بحرانی شدن رفته بود یا بحرانی شده بود. آیا جز ایجاد حکومت وحدت ملی راه دیگری هم وجود داشت؟ راه دیگر زیاد میتونه وجود داشته. میشه اشاره کنیم؟ بله. اول اگه مقصد ما از حکومت وحدت ملی به گونه‌ای که در زیمبابوه بود و در بیشتر کشورهای آفریقایی اتفاق افتید و یا در آخر در عراق هم اتفاق افتید، او گونه‌ای باشه که اپوزیسیون سیاسی حذف شون یا وجود نداشته باشند، به خاطر اینکه اونو ادغام شون در داخل نظام، این میتونه یک عقبگرد بزرگ در توسعه دموکراتیک سیاسی افغانستان باشه. از خصوصیت یک نظام دموکراتیک
ای است که اگر پوزیسیون سیاسی خارج از حکومت وجود داشته باشه. چی در نظام های پارلمانی که از مشخصات نظام های دموکراتیک هم موجودیت اپوزیسیون سیاسی هستن. برای اپوزیسیون سیاسی برمیگردیم، اما مشخصا اگر بیایم که راهکارهای جز ایجاد حکومت ائتلاف، اگر اجازه بدین که این بحث ختم کنیم، این در صورتی که با اون خصوصیت را که در آفریقا اتفاق افتیده یا آخر مثلا در زیمبابوه، شما اپوزیسیون سیاسی را حذف میکنین، داخل نظام میشه، صدای ای که حکومت حساب ده بسازه در بیرون از حکومت دیگه وجود نداره، نهادهای مدنی ضعیف میباشن، مثل که متاسفانه در او حد قدرت تا هنوز نیستن در افغانستان تا بتانه ساختارمند حکومت حساب ده بسازن و صدای مخالفین و یا اپوزیسیون سیاسی شن. پس به او خاطر برآمد او نوع تر او نوع یک ساختار، یک ساختار که کمتر به خواسته و نگرانی های مردم افغانستان میپردازه، بیشتر به خواسته های عناصر داخل قدرت. اما شیوه های دیگه ایش چی میتونه باشه؟ چی میتونست باشه؟ این بسیار جای خوشی است که به مکانیزمایی را که قانون اساسی پیشنهاد کرده و پیش بینی کرده و بالاخره انتخابات احترام شده و گفتن که باید 100% آرا تفتیش شوه، برآمد از این رئیس جمهور افغانستان باشه. بعد از آیا میشد که هر دو کاندید با درک ای که اولویت کشور در تقویت و قوام بخشیدن و پایدار ساختن نهادهای دموکراتیک این کشور است، بپردازن به این که اعتبار را که کمیسیونای انتخابات از دست دادن، این اعتبار دوباره به ایشان بیاید. اعتبار چگونه میتونست به ایشان دوباره ایجاد شد؟ اول این که کمیسیون خود رهبری بازگشتاندن این اعتبار به خود به دست میگرفت، تمام او اقدامات میکرد که و باید انجام بده تا مردم باور بکنن که کمیسیون کار کمیسیون با کمال بی‌طرفی و با کمال مسلکی بودن کارهای خود انجام میده. آقای نادری وقفه داریم، بینید های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این بحث را همچنان دنبال کنیم. باز هم خوش آمدید آقای نادری. رابطه ی حکومت وحدت ملی با حکومت دموکراتیک چی است؟ حکومت وحدت ملی با امو خصوصیات را که امروز به این معنی اصطلاح علوم سیاسی مشناسیم، اگه با امو شکلش ببینیم، قسمی که تجربه شده در اکثر کشورهایی که در حالت بحران بودن و مثال آخرش که چندین بار تذکر کردم زیمبابوه، آنچه میتونه از برآمد اصلی یک حکومت وحدت ملی باشه قربانی شدن ارزش های دموکراتیک است. شما گروه اپوزیسیون و یک اپوزیسیون سیاسی در داخل اوت یک نظام وجود داشته نمی باشه، به دلیلی که او جذب میشه در داخل نظام و مشترکن یک نظام می سازه. اما در افغانستان فکر نمی کنید چنین مشخصه فعلا وجود داره و یکی اپوزیسیون سیاسی حکومت که در 10 یا 13 سال وجود داشتی آمد با حکومت قرار است با نامزد دیگر حکومت وحدت ملی ایجاد کنه و دیگر اپوزیسیون سیاسی ما شما نداشته باشیم؟ به دلیلی که هنوز جزئیات این بحثه که بین معنی حکومت وحدت ملی و حکومت همشمول که تعریف مختلف از هر دو کم دیده میشه، هنوز جزئیات از این به نشر نرسیده و مورد بحث قرار نگرفته. ما میتونیم با روشنی بیشتر در این خصوص بحث کنیم زمانی که ببینیم توافقات چگونه است. یقینا مردم افغانستان خواستار اوت و یک ساختار نیستن که ارزش‌های دموکراتیک را که برای سالها مخصوصا تا 10 سال گذشته مردم افغانستان برش تلاش کردن، مبارزه کردن و حتی خون دادن برش، او زیر پای شود. در عین حال هیچ کسی، من فکر نمی‌کنم از نخبه‌های سیاسی کشور و قشر سیاسی یک کشور طرفداری ای باشن که ارزش های قانونی اساسی افغانستان ولو با خلاهای یک قانون اساسی افغانستان داره به صورت آنی از مجاری غیر آنچه قانون اساسی افغانستان تنظیم کرده صدمه ببینه و مورد تعدیل قرار بگیره و یا زیر پای شود. تعهد هر دو کاندید به حفظ ساختارهای قانون اساسی است و ما امیدوار هستیم که هر دو کاندید هر زمانی که بحثا روی چگونگی توافق سیاسی را پیش میبرن که امیدوار هستیم این بحثا را دوام بتن، دغدغه اصلیشان
ایجاد اشتراک و توافق روی یک آجندا و یک دیدگاه مشترک برای آینده افغانستان باشه، تا بحث روی ای که چگونه قدرت تقسیم شه، و دوم دغدغه اصلیشان و مسئولیت اردویشان هم همی است که ارزش‌های قانون اساسی و اصول قانون اساسی افغانستان حفظ بکنن و هر مسیر و نقشه رای را که برای تقویت بخشیدن ثبات سیاسی افغانستان جستجو میکنن و یا تدوین میکنن از مسیر را که قانون اساسی افغانستان تعیین کرده و با واقعیت بینی را که نسبت به وضعیت امروز افغانستان است با درک واقعیت بینی او را تدوین و تنظیم بکنن. یگانه راهی است که ما به عنوان یک ملت میتونیم ارزش های قانون اساسی خود را حفظ بکنیم، خلاهایش را بهش بپردازیم، نقشه راه برش بسازیم، تعدیلات را که نیاز داره در قانون اساسی ایجاد بکنیم تا خلاهای قانون اساسی ما مثل هر ملت دیگه از بین بره و محدود شود، و بالاخره بدون ای که دوباره از صفر آغاز بکنیم، از یک نقطه ای آغاز بکنیم که 10 سال خود سپری کرده، و مثل هر ملت دیگه ما نسلهای بعدی ما 50 سال بعد بگوین که پدران دموکراسی افغانستان آنان بودند که نخواستن قانون اساسی افغانستان یک سره از بین بره، بلکه خواستن زمینه های تعدیل و قوتش فراهم بکنن و اولیت برای اونا نه حفظ قدرت و سهم گرفتن در قدرت، بلکه حفظ ارزش های مشترک افغانستان و آنچه افغانستان به ثبات میبره بودن. آقای نادری، یکی از مشخصات دموکراسی امان و انتخابات هستن. خب هرگاه نتیجه انتخابات به اساس طرح سیاسی رقم زده شود، فکر نمیکنید ما شما عقبگرد سیاسی در افغانستان، عقبگرد دموکراسی در افغانستان تجربه میکنیم؟ به یقین هرگاه ما در اون مرحله برسیم که قشر سیاسی افغانستان و مخصوصا دو کاندید بدون رعایت اصول دموکراتیک، بدون توجه کردن به آنچه مردم افغانستان با بسیار علاقمندی بهش پرداختن و رفتن در پای صندوق‌های رأی، رأی خود دادن و بدون رعایت نتایج انتخابات به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنن، یک عقب‌گرد است. اما امین اکنون دو نامزد با هم توافق سیاسی کردن و نتیجه انتخابات هم به اساس توافق سیاسی قرار است اعلان شد. دی تأکید میکنم که توافق سیاسی نتیجه انتخابات نمیتونه بسازه. نتیجه انتخابات برآمد تفتیش آرا است و باید آنچه مردم افغانستان در پای صندوق‌های رأی تصمیم گرفتن و برآمدش هر چیز بعد از تفتیش آرا و پاک کردن آرا باشه، نتیجه انتخابات و کسره که سکاندار کشور میشه به عنوان رئیس جمهور به اساس قانون اساسی باید از مسیر انتخابات بگذره، که خوشبختان هر دو کاندید به این موافقه کردند. پس توافق سیاسیشان سر جزئیات چگونگی شکل دهی یک حکومت و اداره ای است که بعد از نتایج آرا و بعد از ای که نتایج انتخابات تثبیت میشه او حکومت قدرت سیاسی رو به دست میگیره، که در او از لحاظ قانونی هیچ مشکلی وجود نداره. آقای نادری، نظام جمهوریت یا جمهوری در افغانستان مشروعیت خود از قانون اساسی افغانستان میگیره. هرگاه نظام یا حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد شده و توافق هم شده که ایجاد شده، فکر میکنید که مشروعیت خود حکومت وحدت ملی از کجا میگیره؟ بازم من تاکید میکنم روی که جزئیات این حکومت تا هنوز تعریف نشده که ما بدانیم در موردش. خب از طریق مطبوعات شما شنیدین که پس از 2 سال خب قانون اساسی تعدیل میشه، لویه جرگه برگزار میشه و رئیس اجرای نامزاد بازنده و رئیس جمهور نامزاد برنده است. خب با توجه به این مشخصات و با این چیزها فکر میکنین که مشروعیت خود باز هم نظامه؟ در صورتی که این تعبیری رو که شما گفتین و این تعبیر مندرجات اصلی توافق نامه باشه، یکی از معاونین یکی از نامزدان ریاست جمهوری چنین چیز را بیان کرده؟ تا انوز آنچه را من خبر دارم جزئیات این موافقت نامه در ارتباط به چگونگی شکل دادن این حکومت نهایی نیست.
هر دو کاندید باید با هم صحبت بکنن، اما نقشه راه تنها ترسیم شده توسط افغان ها یا توسط خارجی ها، همین نقشه را تعیین شده تا او چیزی که تا فعلا ازش میدانیم این است که دو کاندید سر نقشه را توافق کردن با حمایت و میانجیگری همکارای بین‌المللی. میخوام سوال میگم مطرح کنم که این نقشه را توسط افغان ها ساخته شده یا توسط خارجی ها؟ ما متاسف هستم از اینکه ما به عنوان افغان ها، قشر سیاسی ما و نخبه های سیاسی ما نتانستن آنچه نیاز حاکمیت مطلق سیاسی کشور است خودشان به یک توافق سیاسی و به یک توافق و به یک نقشه را دست پیدا بکنند. برای ما به عنوان افغان ها در هر آلتش ایجای تأسف است، اما این خوشبختی هم وجود داره که شرکای بین‌المللی افغانستان به خاطر ثبات افغانستان در صورتی که افغان ها ازشان تقاضا کردن آمدن وارد عمل شدن. پس در عین حالی که یک نقص است، یک کمبودی است و ما باید ای را حل بکنیم و پختگی سیاسی کشور در حد برسانیم که رهبرای سیاسی منافع کشور و عزت و آبروی کشور پیشتر از منافع شخصی و یا گروه افرادی که در اطرافشان هستن از او بدانند. پس این یک تجربه است که به عنوان یک درس با ارزش برای او سیاسیونی که امروز درس هستن و نسلای بعدی را که هسته قدرت سیاسی را میخواین احراز بکنن گرفته شود تا مکلفیت تاریخی خود ادا بکنن، از این درس بزرگ بیاموزن، اول ساختارای دموکراتیک خود قوت ببخشن، نهادایی را که برای موثرسازی و تسهیل خارج از خشونت قدرت سیاسی از یک فرد به فرد دیگه و از اگه داره به اداره دیگر فراهم میکنه اونا را تقویت ببخشن. مثلا کمیسیون های برگزار کننده انتخابات به حد اکثر استقلالیت برسانن و به حد کمال مسلکی عمل کردنش برسانن تا زمینه ایجاد نزاع و بحران سیاسی ناشی از انتخابات به وجود نه. در عین حال مکلفیت ما به عنوان افراد و زمانی که یک پروسه به بحران میرسه، مثلا انتخابات زمانی که به بحران میرسه، این مسئولیت تنها مربوط به دو طرف این دعوا نیست که دو کاندید باشه، کسایی که در اطرافشان وجود داره اینا منافع مشخص دارن و او افرادی که در سطوح ولایات خارج از درک و آگاهی کاندیدا و رهبر سیاسیشان به خاطر نفرساندن به او رهبر سیاسیشان دست به کار غیر قانونی زدن، اونا هم مکلف هستن. تمامی افراد و در کل جامعه در کل باید حد تعاملش نسبت به کار غیر قانونی و کار نادرست به حد اقل برسه تا ما بتانیم دیگر زمینی ایده فراهم نکنیم که یک خارجی بیای برای ما میانجیگری کنه. آقای نادری، یک تعداد از کارشناسا به یقین هستند که ایجاد حکومت وحدت ملی انحصار قدرت دیگر میشه کنن. شما هم با این گفته موافق هستین؟ حکومت زمانی که از یک اشتراک برخوردار میباشه و گستردگی برخوردار میباشه به یقین انحصار قدرت از بین میره، اما خطراتی را که در یک وضعیت وجود داره مخصوصا با حذف اپوزیسیون سیاسی، کشورهای زیادی را تجربه کردن که زمانی که اپوزیسیون سیاسی داخل نظام میشه هر دو بخشی نظام بیشتر و بیشتر دغدغه‌شان تأمین منافع هر دو گروه است. پس پالیسی‌ها و سیاست‌هایی را که تدوین میشه کمتر در جهت بهبود زندگی مردم است تا بیشتر در جهت توزیع منافع هر دو طرف است. یک وقفه داره، پس از وقفه باز میشه به حرفای خود ادامه بدیم. بیده های عزیز، وقفه داره. باز هم خوش آمده آقای نادری. قسم که همه در جریان هستیم، پروسه شمارش آرا رسما از طرف کمیسیون مستقل انتخابات متوقف اعلان شد. فکر نمی‌کنید که با متوقف اعلان شدن پروسه شمارش آرا بحران انتخابات افغانستان چاق‌تر شود؟ یقیناً این زمینه ساز بیشتر بی‌باوری نسبت به پروسه تفتیش آرا میتونه باشه. متاسفانه در خلال 10 روز حداقل 3 بار پروسه تفتیش آرا توقف کرده، دوبارش
در نتیجه عدم توافق نماینده های کاندیدای محترم بوده. بار سومیش که تقریبا شاید نزدیک یک هفته شمار شورا دچار رکود و توقف شوه و یا تفتیش شورا در نتیجه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات است. یک خلای کلانی را که در این پروسه تا فعلا وجود داره ایست که طرز العمل ابدال آرای آرا تا هنوز نهایی و مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته. نبود طرز العمل ابطال میتونه سوء تفاهمات گسترده را در هر دو میان نماینده های هر دو کاندید ایجاد بکنه و ابهام نسبت به چگونگی پیشرفت پروسه ایجاد بکنه. ما تقریبا 4 روز 5 روز قبل به صورت مشخص پیشنهاد کردیم از کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان سازمان ملل متحد خواستیم تا طرز العمل ابطال هر چی زودتر باید نهایی شد. آقای نادری، شما از طرز العمل ابطال یادآوری کرده. دقیقاً از شمار شعرا 10 روز شمار شعرا پروسه جریان داشت اما بدون طرز العمل. فکر نمی‌کنید که بدون موجودیت طرز العمل ابطال آرا این همه شمار شعرا بی نتیجه و بی فایده بود؟ من فکر نمی کنم که تفتیش آرا در ظرف 10 روز گذشته بی نتیجه بوده باشه. به دلیلی که طرز العمل پروسه وجود نداشت. بله. بدون طرز العمل چطور طرز العمل رای را باطل اعلان کرد. بله. مشکل کمیسیونی است که تا روز نتونسته تشریح بکنه که این پروسه شامل کدام عناصر است و چگونه پیش میره. پروسه تفتیش آرا حداقل 2 طرز العمل است که مورد تطبیق قرار میگیره. طرز العمل جمع‌آوری معلومات است که اون جزء تفتیش است، اما سوالنامه یا چک‌لیست را که کارکنان کمیسیون دارن و همچنان ناظرا دارن، نماینده های کاندیدا دارن، اینا باید تطبیق شون در مورد هر رأی ببینن که آیا عناصر از ناهنجاری که شامل آرای تقلبی یا شباهت های در چگونگی برگاه ریخته شده و ناهنجاری های دیگه ای که طرز العمل پیشنهاد میکنه آیا در این صندوق ها دیده میشه و یا نه. در صورتی که این دیده میشه، این معلومات مرحله اول است که جمع میشه. مرحله دوم این معلومات باید مورد تحلیل قرار میگیره و طرز العمل ابطال سرش تطبیق میشه. این مرحله دومی است که طرز العمل ابطال تطبیق میشه. برای طرز العمل تفتیش مرحله اولی وجود داره که پرسشنامه که تطبیق میکنن. آلف بیشتر از این نباید انتظار کشید. شما میتونید معلومات برای یک مدت جمع‌آوری کنید، اما نمیتونین تا یک ماه معلومات جمع‌آوری کنین بعد از اون بپردازین به ابطالش. بیشتر از این انتظار کشیدن به اینکه طرز العمل ابطال نهایی شود نادرست است. بله. اما از طرف دیگر وقتی که زمان شما رو شعارا بیش از حد یا طویل میشه، فکر نمیکنید مشکل آفرینی جدید باز هم میکنه؟ یقینا. ما فعلا آنچه قانون اساسی افغانستان شرایطی که قانون اساسی افغانستان برای و یا زمان بندی را که قانون اساسی افغانستان برای انتقال قدرت برای جمهور منتخب گذاشته، ما از او گذشتیم متاسفانه. یک اصل قانون اساسی زیر پای شده به دلیلی که یک بحران سیاسی ایجاد شده بود و عدم توافق سر نتایج انتخابات بود. طولانی ساختن این پروسه تاثیرات بسیار گسترده سیاسی میتونه داشته باشه، ولی تاثیر آنیش که فعلا قابل لمس است ای است که حکومتی که فعلا اداره امور کشوری رو به دست داره، به دلیل از این که مدت کارش ممکن است در 1 ماه، در 2 ماه و یا کمتر از 2 ماه خاتمه پیدا کنه. پس سیاست گذارا و مسئولین اجرایی کمتر فرصت از این پیدا میکنن که پلانا و برنامه های دراز مدت را تدوین بکنن و ارائه خدمات دچار اختلال میتونه شد. در عین حال مسائل جدی مربوط به امنیت ملی وجود دارد در سطح کلانتر کشور، چی توافقات امنیتی است با ایالات متحده آمریکا، با سازمان همکاری های امنیتی شمالی یا ناتو، اینا که از لحاظ منافع دراز مدت امنیتی کشور بسیار استراتژیک هستند، اینا دچار ابهام قرار گرفتن و معلوم نیست چگونه بهشان پرداخته میشه. رکود اقتصادی از پیامدهای بسیار واضح و روشن بنبست سیاسی یک کشور است که این میتونه مردم بسیار متضرر بکنه. کمک های بشر دوستانه و انکشافی که بر افغانستان می آمد، اکثر او پروژه های انکشافی دچار یا
رکود هستن و یا ابهام هستن و تمویل کنندگان نمیتونن تصمیم بگیرن. اگر برگردیم بر طرز العمل ابطال آرا، دقیقاً ساخت طرز العمل ابطال آرا از لحاظ قانونی و حقوقی مربوط به کدام نهاد میشه؟ کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت داره. کمیسیون مستقل انتخابات چون این کار را تا کنون کرده؟ متاسفانه کمیسیون تا انوز منتظر است تا دو کاندید طرز العمل ابطال نهایی بسازد. اما چرا صلاحیت به دو نامزد سپرده شد و حالا در دست سازمان ملل متحد طرز العمل ابطال آرا قرار گرفته؟ من مثل شما با این طرز برخورد موافق نیست. ما تنها از یک را میتانیم اعتبار از دست رفته به نهادهای برگزار کننده انتخابات بازگردانیم و اویی است که کمیسیون مستقل انتخابات رهبری پروسه با شفافیت و با مسلکی بودنش روی بدست بگیره. کاری که در دور نخست و در دور دوم انجام نداد، فکر میکنید که در بازشماری آرا کمیسیون مستقل انتخابات چنین کار را کنه؟ به مو دلیل اونا سازمان ملل متحد امروز که خود دارن و نقش سازمان ملل متحد فراتر از آنچه است که در دور اول و دور دوم بود که یک نقش مشورتی بود. سازمان ملل متحد به عنوان یک جزء اصلی این پروسه، نه تنها این که به اعتبار بخشیدن به پروسه بلکه از لحاظ تکنیکی باید اقدامات لازمه بکنن. آله، هر دو کاندید نمیتونن 100% با تمام مندرجات طرز العمل ابطال موافقه بکنن، به دلیل این که هر دو کاندید منافع متفاوت از همدیگر دارن. اجازه اگه بتونیم که من ختم کنم. هر دو کاندید منافعشان در تقابل با هم دیگه قرار دارن، پس به او دلیل اینا نمیتونن 100% با هم توافق بکنن. اما اگه سازمان ملل متحد در نتیجه رای زنی های خود تانسته موضوع ابطال آراره و شرایطشه و طرز العملشه بحثایش در میان دو کاندید، تیمای دو کاندید بسیار موضوع گیری هایشان با هم نزدیک بسازه که 100% با هم نزدیک نیستن اما بسیار با هم نزدیک هستن، پروسه بعدیش مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد است. اینا باید با قاطعیت تصمیم بگیرن چون تنها منافع دو